سلام عزیزان، امروز میخوایم تو این ویدیو گل باترورد یا گیاه کره‌ای رو به شما معرفی کنیم. این گیاه هم جز گیاهان گوشخوار و شکارگر هستش. همونطور که از اسمش مشخصه، به این جهت به این گل اسم کره‌ای دادن به خاطر اون بافت چربی مانند و کروی شکلیه که برگ‌هاش دارن، به این اسم نامگذاری شده این گل. محل سکونت گل باترورد معمولاً روی صخره‌ها و سنگ‌ها هستش. این گل جزء یکی از ناشناخته ترین گل‌های شکارگر هستش. گیاه باترورد گل‌های بنفش و آبی و صورتی رنگی داره که توی بهار و اواخر بهار این گل‌ها در وسط گل نمایان میشه. گیاه باترورد معمولاً بین 3 تا 6 تا برگ روی خودش داره و بیشتر گونه ها معمولاً روی زمین میروید این گل و معمولاً وسط این گل باترورد ساقه ایجاد میشه که روی اون گل های صورتی و بنفش دیده میشه. برگ های این گیاه تقریباً به رنگ سبز، بنفش ارغوانی یا بنفش تیره دیده میشن. یکی از ویژگی های جذاب این گیاه این هستش که روی برگ های این گیاه دو نوع غده وجود داره. یه غده ای که آنزیم هایی رو ترشح میکنه برای اینکه حشرات رو به سمت خودش جذب کنه و یک سری غده های دیگه وجود داره. محض اینکه این حشرات جذب این گل شدن، ترشح میشن و کار هضم حشره رو به عهده میگیرن. ترشح ماده شیرین و خوشبویی که از این گل توی فضا پراکنده میشه باعث میشه که حشرات جذب این گل بشن و در دام این گیاه مبتلا بشن و طعمه این گیاه قرار بگیرن. در مورد سرعت جذب این گیاه اگر بخوایم بگیم، سرعت جذب و هضم این حشره فوق‌العاده بالاست. در زمره گروه حشرات، حشراتی مثل مگس‌ها، پشه‌ها و شته‌ها بیشتر جذب گیاه باترورد میشن، در دام این گیاه مبتلا میشن. به محض اینکه حشراتی مثل پشه‌ها، شته‌ها و مگس‌ها به خاطر ترشح ماده چسبناک و بویی که ترشح کرده از خودش به این گل میچسبن، به محض اینکه تقلا میکنن برای اینکه خودشون رو رهایی بدن از این دامی که افتادن، این تقلاه برای نجات باعث میشه که این گل یه آنزیمی رو ترشح کنه که با سرعت بیشتری کار جذب و هضم این حشره رو انجام بده. ویژگی جالب دیگه ای که روی این گل میتونیم ببینیم، به محض اینکه این حشرات روی برگ های این گیاه میشینه، برگ ها به آهستگی شروع میکنن به جمع شدن و تا زمانی که این حشره در داخل گیاه به طور کامل هضم نشده باشه، این گیاه برگ های خودش رو باز نمیکنه. امیدوارم که این ویدیو برای شما جالب بوده باشه. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره.